خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو عجیب و غریب از من که توی این اپیزود نه قرار اسکای بلاک پلی بدیم، البته قرار پلی بدیم ولی قرار نیست که خیلی پلی بدیم. حالا متوجه میشید توی این ویدیو قراره که بعد از یک ماه خورده ای از اصرارهای شما که Q&A بذار، صحبت کن با همون و بالاخره اون شخصیت رازآلود خودت رو پشت این نقاب یوتیوب نشون بده. طبق قولهایی که داده بودم که زمانی که به 500 تا رسیدیم من این ویدیو رو منتشر میکنم، الان بدقولی کردم و نزدیک به 600 شدیم. از این بابت ازتون معذرت میخوام، بوس بهتون، بوس و معذرت میخوام. خلاصه توی بخش کامیونیتی که توی یوتیوب برام باز شده بود، سوالاتی رو، یعنی بخشی رو گذاشتم که سوالاتی رو بپرسید و من به تک تکشون پاسخ بدم و حدود 80-90 تا سوال پرسیده بودید که واقعا دهنتون سری که روی ویدیوهای پستای دیگه که میذارم هیچ کار نمی‌کنید، ولی کیومنده اینقدر سوال داشتید دیگه ذوق دارید دیگه، من حق بهتون میدم، اوکی، مشکلی نیست. و خلاصه که میخوام به تویی که کامنت گذاشتی یا تویی که داری ویدیو رو میبینی به تمام سوالات پاسخ بدم که پیکیم از کجا شروع کرد و به کجا رسید. به هیچ جایی که نرسید ولی فقط شروع کرد دیگه بالاخره. من اینجا با گوشی آیفون 14 پرو مکس سیزده پرو مکس خودم که میخوام شافش کنم، حالا این دو تا بالاخره سه تا دوربین داره دیگه، کامنت های شما رو میخونم و حرفا و سوالات خودتون رو میخونم و به تک تکشون پاسخ میدم. دیگه خیلی گفتم. اما تو این مسیر قراره چیکار کنیم؟ اینو بهتون بگم که فارم هویجمون رو، هر لایه‌شو که من برم، به خاطر اینکه خیلی تنبلی میشه، هر لایه‌شو که میرم یکی از سوالات شما رو میخونم. پس بریم که داشته باشیم و توضیحاتو بهتون بدم. اول از همه این Q&A نیاز به خاک داره برای فارممون. هر چی سعی میکنم که گیم پلی توری نشه ولی بچه‌ها یه کوچولو غلظتشو میگیره. به سوی بخش کامیونیتی و من یه چکی کنم به چقدر سوال فرستادیم. به ترتیب شروع میکنم و یکی یکی سوالای شما رو میخونم و فارم خودم رو انجام میدم. سوال اول، بدترین کسی که ماینکرافت بازی میکنه و میشناسیش؟ حقیقتا کسی رو نمیتونم بگم بد بازی میکنه، ولی خب کسی رو واقعا نمیدونم، این سوال جواب نداره. اگه از آپارات بنشی چی کار میکنی؟ خوشحال میشم و به مسیرم توی یوتیوب ادامه میدم. نه خب جدا آپارات پلتفرمی بوده برام که بالاخره یه کوچولو منو هول داده. با یه یوتیوبر فامیلی چی هست؟ این سوال خیلی مهمی بود که پرسیدن و بچه‌ها اینو متاسفانه لو نمیدم. شاید یکی دو نفر باشن توی چنلی که بدونن، اونم مال مربوط به 2 سال 1 سال خورده پیش میشه که میدونن و اینو فعلا نمیگم تا زمانی که چنل دومم راه بیفته که دیگه یکم مربوط میشه بهش. خب با بیلدروند شوافش هم میریم. سوال بعدی که پرسیده، با یه یوتیوبری که بدوارد بازی میکنه بازی کن. حقیقتا خب یکی رو میشناسم، امیر 59، دوست خودم که بالاخره دوست صمیمیه که بدوارد هم پلی میده، چنلش هم میذارم این بالا اگه دوست داشتید برید ببینید. ولی خب زیاد من اینجوری نیستم که بخوام بدوارد رو برم، اما خب اگه ببینم استقبالش زیاد هست میرم که بعید میدونم زیاد باشه برای چنل من. چه غذایی رو دوست داری؟ خیلی سوال عالی بود و اینجاست که باید بگم داوود خدا دوست، میوه خار، طبیعت گرد، کوه نورد، همه چیز خار. واقعا همه چیز رو بچه دوست دارم و هیچ غذایی نیست که بدم بیاد. چه درسی رو دوست داری؟ درس یوتیوب، فقط درس یوتیوب و درس زندگی، این دوتا درس رو خیلی دوست دارم، بقیه رو اصلا دوست ندارم. درست خوب هست؟ حقیقتا درسم خب واقعا خوبه، ولی اونجوری نیست که بخوام خیلی بخونم و وقت بذارم زیاد، چون نمیرسم واقعا نمیرسم. اما اگه بخونم نمره خوب میگیرم، به جز درس ریاضی و کلن 20-25 میگیرم اصلا. بدترین کاری که توی مدرسه انجام دادی؟ ما یه معلمی داشتیم، آقای مومبینی، بعد این بشر میومد داخل من خندم میگرفت، یعنی میخندیدم به خاطر استایلش، حرکاتش و اینجور داستانا، خندم میگرفت بهش. چرا وبکم اینجوری؟ بذار درست‌ترش کنم که درست حد باشه. آها اوکی. و این معلم هر زمان که میومد، من تقریبا 2 سال خورده‌ای به این معلم خندیدم و میدونم اشتباه کردم و کاری کردم که کلن کل مدرسه، یعنی مثلا منو میدیدن میخندیدن، چون که میدونستم من میخندم و معلمم منو چندین بار به مدرسه، بیرون مدرسه که نه ولی بیرون کلاس روانه کرد، چون واقعا خندم میگرفت و کلا خیلی دید فان و خندداری به زندگی داشتم اصلا اون موقع. کلا بدترین کاری که تو جمع انجام دادی؟ کلا دنبال بدترین بهترین یه چیز اینجوریه داستان. الان دیگه مطمئنم تصویرم اوکیه.
خب بدترین کاری که انجام دادم توی جمع هیچ کاری بوده. تا جایی که من یادم میاد هیچ کار بدی انجام ندادم حقیقتا، ولی نمیدونم، حالا شاید باشه من یادم نیاد. بهترین بدوارز پلیر ایرانی کی هست؟ این خیلی سوال خوبیه و واقعا از این سوال بپرسید بچه جواب خوبی از من نمیگیرید، اما نظر منو بخواین هیچ کس واقعا توی ایران نمیشه بچه ها، و دست بالای دست که زیاد نیست اصلا. یعنی ممکنه یکی خیلی پی پی پیش خوب باشه و بازیش خوب باشه، اما کلن نگیره کارش. چرا؟ چون که ما چیتو توی ایران داریم، ما سی پی اس بالا رو توی ایران داریم، توی خارج هم داریم، ولی مشخص میشه و برخورد میشه باش. اما ایران هیچ پشتیبانی به نظر من از این بابت نداره و کارش نمیشه کرد اصلا. پس دنبال این داستان به نظر من اصلا نباید باشید واقعا، چون همیشه دست بالا دست زیاده و یکی رو میبینید درک کلیک میزنه 500 تا سی پی اس میگیره، اون دیگه اصلا کارش نمیشه کرد و خود دیریم هم بیاد میخوره ازش. دو تا سوال با هم جواب میدم. این کیلر 1380ش خیلی سوال پرسیده و واقعا نمیتونم به همشون جواب بدم. یکیش اینه که از چه یوتیوبر ایرانی خوشت نمیاد و از چه استریمر ایرانی خوشت نمیاد. حقیقتش رو بخواید از دوتاشون نمیتونم بگم، ولی میتونم بگم کیا خوشم میاد و خیلی دوستشون دارم واقعا. اول از همه یوتیوبر مورد علاقم بی شک و بی هیچ چشم داشتی گیمیاره و اصلا شکی داخلش نیست، چون که این بشر حس میکنم که، حالا من نمیگم شبیه منه، ولی من شبیهشم و اخلاقیاتمون یکم نزدیک به همه، نگرشمون و رفتارش و گیم پلیش و اینجور داستانش رو خیلی دوست دارم. یعنی واقعا لذت میبرم، یه سادگی داره تو خود گیم پلی، تو همه چیش، اما زیباست. این سادگی و زیبایی کنارم واقعا سخت و دشوار، ولی واقعا زیباست. همینو میتونم بگم. از چه استریمر ایرانی خوشم میاد؟ میتونم بگم بیشترین استریمی که تو زندگیم بودم، تونستم باشم، همیشه زیر 5 دقیقه از استریم میام بیرون هر استریمی که برم. اما میلاد واقعا دوستش میدارم و حالا استریم مداوم نمیکنه، ولی زمانی که میومد واقعا کیف میکردم. اون سکوتش، اون آرامشش، همه چیزش خیلی خوب بود و من کیف کردم باش. یعنی میومدم اصلا عشق میکردم. میریم سوال نفر بعدی. این خود کیلر هم نوشته دستم درد گرفته. من برم سوال بعدی. برای چی یوتیوب رو شروع کردی؟ این سوال واقعا سوال بجاییه، اما من میخوام این ردیف رو برم بعدش بگیم اینو. زمانی که بچه بودم حس میکردم که من، حالا نمیدونم، شاید حسم علکی باشه، درست باشه، هرچی که باشه برام واقعا مهم نیست. یعنی مهمم هست، ولی خب حالا دیگه. زمانی که کلن شروع کردم و بچه بودم، صحبت میکردم، داستان میگفتم، چرت و پرت که نمیشه گفت، ولی حرف میزدم و اینا، حس میکردم میتونم چند نفر رو بخندونم و کیف کنم، هم خودم هم بقیه، و تصمیم گرفتم که یوتیوب رو به همین دلیل شروع کنم و تا زمانی که به حقم نرسم ولش نمی کنم. حتی در کل ولش نمی کنم، ولی خب کلن به اون هدفی که دارم باید برسم تا یکم باور کنم داستان رو. اگه نرسم که هی کلن تلاش میکنم تا باورش کنم. کسی برای یوتیوب حمایتت کرد؟ این سوال واقعا سوال خیلی خوبیه. هیچ کس منو بچه حمایت نکرد، به جرئت میتونم بگم هیچ کس. اما یه فرد کلن توی زندگی من از زمانی که از یک سال گذشته بوده که باعث شد بهتر پیشرفت کنم و بهتر بفهمم کلن کامیونیتی ماینکرافت رو، اون فرد کسی نبود جز سپهر اسپیار ابراهیمی و بقیهش رو نمیدونم، فکر کنم همینه. سپهر کسی بود که بچه ها کلن راه و نشونم داد و گفت این مسیر برو تا تش دیگه. منم دقیقا همین مسیر رو گرفتم و دارم میرم تا کوچه‌های شهرش. اگه بخوای با یوتیوبری ویدیو بذاری کیه؟ قطعا بازم سپهره، چون که واقعا کمکم کرد و کلن همه جوره اصلا این بشر رو واقعا دوستش دارم و گیمیارم خیلی دوست دارم که باش ویدیو بذارم و خیلی حس باحالی داره. اون توصیف کردنش، اون مستندی رفتنش، اینا خیلی بهم کیف میده. اصلا کلن همنشینی با گیمیار دیگه بچه ها خیلی خفنه. خاکا رو بردیم، بریم سراغ ادامه داستان. امیدوارم که خیلی بتونم این هویج رو برم. البته چیزی که گفتم عملی نکردم و اصلا البته میریم همینجوری دیگه، اشکال نداره. حالا قرار بود هر ردیف یه سوال، ولی همینجوری داریم میپرسیم تا هر جایی که بتونیم بریم. SMP میزنی؟ اگه کسایی که از اول توی کانال من بودن میدونن که کلن من زمانی که شروع کردم یه SMP داشتم و اسم چنلم پیکرفت بود، به خاطر همین SMP. و خب این SMP رو داشتم و تا یه فکر کنم 20 اپیزود، نزدیک 20 اپیزود رفتیم داستانی، خیلی هم خوب بود.
همه چیز اوکی بود، ولی حس کردم نمیتونم بچه‌ها رو نگه دارم و نمیتونم واجب کنم که بچه‌ها این تایم بیاین. اما الان که SMP برداشته شد، یک سری چیزایی توی مغزم اومد که جلوتر ازشون خبردار میشید و کیف میکنید. اسی جان، اسماعیل خیلی سوال گذاشتی، تو هم نمیتونم همش رو بپرسم، واقعا میترسم تو این ویدیو جا نشه. یه سوالی که خیلی منو دگرگون کرد و همین جدیدا اومد توی بخش کامیونیتی و دیدمش این بود که موضوع مهم یوتیوب که اگه نباشه شاید خیلی ها شروع نکنن یوتیوبو، کسب درآمدت اگه فعال شد چی کار میکنی؟ خیلی سوال خوبیه بچه‌ها. این موضوع کلن دوست داشتم این موضوع رو براتون باز کنم که فقط بدونید و خبردار باشید. اینه که چنل پیکیم اگه فعالیت میکنه، اگه هر کاری که میکنه قطعاً هدف دوم سومش درآمد هست و چرا اصلا درآمد نباشه؟ و بالاخره خوبه دیگه، باعث پیشرفت کارت میشه. اما تمرکز من و کار من روی دو تا چیزه بچه‌ها، یکی خود کلن ماینکرافت و این چنل یوتیوبم و یکی کاری که حالا خودم توی ذهنم بخوام انجام بدم که فعلا نمیشه و خب میتونم اینو بچسبم تا زمانی که اون کار اوکی بشه برا من. و اگه فعال بشه قطعا این بک‌گراند، این دیوار، این میکروفون و این کلاه که نمیخواد عوضش کنم، ولی همه رو تغییر میدم. و واقعا به جرئت میتونم بگم بچه‌ها، شخصیت من کلا جوریه که اگه یک ریال بیاد توی کارتم یا بیاد توی حسابم، 1% رو ذخیره نمی کنم یا اصلا بذارمش بمونه. نمیدونم، مدل منه که همش رو حالا یا یه چیزی میگیرم برای کار خودم، یه چیزی که به دردم بخوره و باعث پیشرفتم باشه. حالا مگه اینکه حالا در این صورت که دیگه درآمد یوتیوبم باشه که کلا علاقمه، همش رو میریزم توی یوتیوب و واقعا میریزم که بره اصلا تو جوی روی یوتیوب. حالا هدفی هم که دارم توی جلوتر بهتون میگم که اصلا میخوام باهاش چیکار کنم، که سوال پرسیده بودین فکر کنم. یه سوال خیلی داغونم پرسیدید که اینو حقیقتا نمیدونم و نمیخونمش، اصلا انقدر روم نمیشه. نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی اگر که اندازه‌گیری کردم حتما توی همین پایینا مینویسمش دیگه. واقعا دهن سوالت سرویس با این سوالت. چند سالته؟ اسمت چیه؟ چند سالته و اهل کجایی؟ سوالی که خیلی از شما پرسیده بودید. یک بچه، اسم من محمده و کلن اون چنل منو وقتی که بزنید اینجوری میشناسینش که youtube.c/ محمد پیکیم باید بزنید تا من بیام بالا و دیگه اینه اسمم، محمد پیکیم. و یه چند سالته هم 18 سالمه و از زمانه 16 و خورده، از 12 سالگی استریم و یوتیوب رو میدیدم، اما 17 سالگی شروع کردم به این داستان چون که نمیتونستم. قبلش هم شروع کردم توی سن پایین ولی واقعا هیچی نداشتم و شکست بدجوری خوردم، اما ناامید نشدم، به خودم قول دادم که زمانی که بتونم شروع میکنم. و اگه بخوام حالا بخوام حقایق تلخش رو بهتون بگم که اصلا میز نداشتم و اینجور داستان ها، شاید یکم دارک و عجیب و غریب بشه این اپیزود، ولی بچه واقعا برای مهم نبود و اون زمان فقط میخواستم که بتونم شروع کنم که الان شروع کردم. سوال خیلی خوب، زیبا و بی نظیر. آرل کرافت میذاری؟ من بهتون قول لانگ درایو داده بودم توی اپیزودهای قبلی و خیلی هم قولش داده بودم، 3-4 اپیزود قول داده بودم، اما بچه به خاطر اینکه خواستم چنلم زیاد پرپر نشه و زیاد بخشای مختلفی رو نگیره، تصمیم گرفتم که آرل کرافت بذارم واقعا و دو تا سری رو هم داشته باشیم که بیش از این هم قطعا نمیشه و تمام سریه که تو الان بوده بچه متوقف میشه تا زمانی که یکی از این سری ها که قطعا سری آرل کرافت تموم بشه. ما افتادیم تو لابی که. و به طور خلاصه این که الان دیگه بچه چنلمون کلن اسکای بلاک مینشه، اسکای بلاک آی پیکسل اصلیه و کنارش آرل کرافت، برای اینکه هم خودمون خسته نشیم و حوصله‌مون سر نره، همین که واقعا آرل کرافت دوست دارم، یعنی همین تازگی فهمیدم که توش پری دریایی داره بچه‌ها و حتما میخوام استارتش کنم، مثلا خیلی ذوق گرفتم براش که بریم و ببینیم چندین اپیزود میتونیم ازش ادامه بدیم که مطمئنم خیلی هم طول میکشه. خواهر داری یا برادر؟ این سوال یه کمی شخصیه ولی خب بازم دیگه بچه‌ها بالاخره یه دونه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که حقیقتاً نمیدونم چند سالشه ولی فکر میکنه خیلی نباید اینو میگفتم، ولی بچه کلا حافظم یک کوچولو ضعیف که نه ولی داغونه و یکم حفظ نمیکنم این داستانا رو، اما فکر کنم 13-12 سالش باشه. چند سالته؟
روم نمیشه حتی بپرسم. اسمت چیه؟ بقیه سوالایی که پرسید کلان مربوط به این داستانا بود که اسمت چیه، چند سالته، که همشونو توی یکی کلان گفتم جوابش رو. یه سوال خیلی سختی که پرسیده بودید این بود که اینکه تو ایران دیگه نتونی کلا ماینکرافت بازی کنی ولی یوتیوب رو ادامه بدی، یا اینکه تو آلمان باشی ولی بتونی ماینکرافت رو بازی کنی ولی نتونی یوتیوب رو ادامه بدی. جوابش بسیار ساده است. من بچه‌ها هدفم کلا یوتیوبه، اما الان یه چند سالی یک سالی هست تقریبا خیلی ماینکرافت دارم بازی میکنم و اصلا ازش زده نمیشم و خیلی دوستش دارم. یکم دودل میشم بینش، ولی یوتیوب به نظرم مسیر موفق تری میتونه برام باشه. یوتیوب ادامه میدم، ماینکرافت هم یواشکی ویدیو میذارم بدون وبکم. یه سوالی هم که از یه بخشی از سوالاتون، بچه سوالاتون خیلی طولانی بود و هر کدومتون 7-8 تا سوال پرسیده بودین، یکی دو تاتون رو که جنجالی تره رو جواب میدم. این هم این که پلی وید ساب میذاری؟ قطعا توی همین اسکایبلاک های پیکسل یک سری ایونت ها رو برنامه ریزی میکنم که با بچه هایی که توی دیسکورد هستن میریم. پس هم یعنی توی دیسکورد جون بده، منتظر چی هستی؟ شاید از پلی وید ساب ها تو باشی، نمیدونم چی گفتم. و این داستان قطعیه، فقط نیاز به دیده شدن هست که من حس کنم که الان وقتشه، یعنی میدونی منظورمو، اما الان فعلا وقتش نیست. فعلا فقط باید خودم سری خودم رو برم و زمانی که یک کوچولو پرنت شد و بهتر شد اون موقع این کار رو انجام میدم قطعا و پلی وید سابو میذارم و یه ایونت خفنی رو توی اسکابلک میذاریم. 100 میلیارد دلار پول، یا اینکه دیگه یوتیوب ممنوع، یا 100 کی سابسکرایب. خیلی سوال خوبیه. قطعا 100 میلیون دلار میگیرم و خب با 100 میلیون دلار میتونم یوتیوبمو خیلی بهتر کنم، پس همون کارو انجام میدم، یا شاید بندازم توی بیزینس یه داستانی. اما در هر صورت بچه ها این که ویدیو نذارم واقعا نمیتونم، یعنی اصلا تو وجودم نیست که ویدیو نذارم، یعنی هر جوری که شده اگه شده توی یه جایی فقط آپلود میکنم ویدیومو، چون دوست دارم که کلن این زندگی خودم ثبت شده باشه برام، منظورم میگیرید، و باور دارم به خودم که یه شخصیتی دارم که حالا بالاخره بگم واقعا بچه فوشم میدید، هیچی نمیگم فقط میرم. باور دارم که شخصیت فانی دارم و باحال، فقط باید شرایطش باشه که اون شکوفا بشه، اون سلطانی بیاد بیرون. آره، یکی از بهترین سوالاتی که بازم پرسیدید ازم و واقعا سوالاتون خیلی جنجالی و زیبا بود، کیف کردم باهاتون. حتما هر 3-4 ماه این کیوانده رو میذارم که بیشتر آشنا بشیم. البته دیگه تا یه حدی دیگه بیشتر آشنا نمیشیم دیگه، مگه اینکه آدرس خونمون رو سوال کنین. سوال این که یوتیوب رو از کیت استارت زدی و برای چی استارت زدی؟ اولیشو جواب دادم، به خاطر علاقه بوده و کلن درآمدش هم دوست داشتم. درآمدش هم حالا دوست داشتم به خاطر این بود کلن که دوست داشتم همیشه یه میکروفون خفن، یه دوربین خفن، خرید اینجور چیزا بود. یعنی درآمد اونجوری دوست داشتم که مثلا وای من برم از یوتیوب پول در بیارم، مثلا ویلای شمال بگیرم یا برم ویلای آکسفورد و کالیفرنیا و نیویورک بگیرم. اصلا هدفم این داستانا نبوده و کلن این ارتقاء تجهیزات و پیشرفت خودم رو دوست داشتم که به یه آدم به یه آرامشی میرسه بچه، زمانی که همه ستاپش از نظر خودش کامل باشه، که باعث میشه این آرامشه که تو بهتر عمل کنی. و حالا پوله بچه کلن به نظر من که باعث این آرامشه میشه برای تو. اگه من پول داشته باشم میتونم، خیلی این صحبتام شاید دارک و حالا یه کوچولو عجیب و غریب باشه، اما بچه واقعیته که جلوتر باهاش مواجه میشید، زمانی که بی پول هم میشه ها، نه بی پول، بی پول که نه، ولی با پول کمتر هم میشه، اما خب در هر صورت پول میتونه خیلی تو رو جلو بندازه و من جدا از قطعات میتونم افرادی رو وارد کنم، افرادی رو بیارم آشنا بشم باهاشون که بتونن خیلی به یوتیوب کمک کنن و به یوتیوب من البته، و اون شخصیت واقعیم رو نمایان کنم، نمایان هستم ولی بیشتر برجسته بشه. تا حالا رول داشتی؟ بذار من برم داخل سرور. چقدر فارممون گسترده تر شد این اپیزود، اصلا رفتیم و اینجا رو میخوام تا اینجا برم، ولی شاید یه تایم لپس ریزی نمیگیرم، البته خودم ادامه میدم بعد میام ادامش. خب میرسیم به سوال جنجالی که پرسیده بود دوست خوبم، اینکه تا حالا رول داشتی؟ جوابش به نظرتون چیه؟ بازم من از اونجایی که خیلی واقعیت رو میگم بله، و الان هم شاید ولی بعید میدونم. و کلن بچه به خاطر همینه که دارم بهتون میگم که زمانی که من بتونم ویدیو دوتایی بگیرم، حالا نمیم منظورم میگیرید یا نه،
و کلا مسیرم اونجور دیگه ادامه بدم. به نظر من اونجوری فقط میتونم شکوفا کنم اون اخلاق، اون حس، اون ترکوندن و اون چیزی که تو برای ماینکرافت تو ذهنمه رو انجام بدم و این اتفاق میفته. یعنی به یکی خورده برسیم، اما اگه بخوام قولی بهتون بدم به 10K برسیم، حتما حتما این کار رو عملی میکنم دوستان من. و بالاخره یکی بعد این چنل اضافه بشه، من اون فرد رو اضافه میکنم و برنامه‌ای که دارم اینه که یه SMP دو نفره رو باهاش راه بندازم. واقعا بچه نمیدونم کیه، نپرسید کیه. اما در کل اگه بشه حتما این کار رو انجام میدم و یکی از برنامه هامه. واقعا یک نفر از این قوم برمیگردد، ولی ما نمیدونیم کیه بچه، من خودم هم نمیدونم. فقط میتونیم تنها کاری که کنیم اینه که چنل رو سابسکرایب کنیم تا زودتر به 10K برسه و این کار رو من اون مروارید سیاه چرده رو من پیدا کنم و دیگه بیارمش توی ویدیو ها. یه سری خفن، و اگرم پیداش کنم بچه و 10K بشیم، قطعا ماینکرافت رو بهش نشون میدم و زوری میارمش. نه جدن اگه بتونم حالا به ماینکرافت ورودش میدم و مطمئنم خیلی میتره کنه، چون بچه شخصیت من کلن با اون جور مروارید ها خیلی خنده دار و باله و برای همینه که میگم میتره کنه. واقعا نمیدونم حالا چند درصدتون میا و کوروش رو میشناسید، ولی واقعا یه چیز این همون میشه. ولی خب دیگه منظورم از لحاظ شبیه بودنش اینه که حس و حالش و خفن بودنش به اون حد یا بیشتر میرسه، قطعا بیشتر، ولی خب همین دیگه، خلاصش همینه. فقط باید بیاد دا پاسخ خون میاد، مروارید سیاه شورده میاد. شاید الان حس الانم باشه که باید یکی بیاد، ولی خب حالا دیگه اگه 10K شدی من دیگه قول دادم میارمش و لایک های این ویدیو به 200 برسه تا اون موقع. بریم سراغ سوالات بعدی و از این داستان های کثیف یکم بیایم بیرون. کجا زندگی میکنی؟ من بچه اهواز زندگی میکنم و بسیار اوکی، همین دیگه زندگی میکنم. آره در اهواز زندگی میکنم. اسکابلک چرا آیلندتو میبندی وقتی هستی؟ خیلی سوال خوبی بود بچه. زمانایی که من هستم یا دارم تایم لپس میگیرم و 50-60 حالا 50-60 که نه، ولی خیلی فارم میکنم و یا دارم ویدیو میگیرم دیگه. و زمانی که بچه ها میان نمیخوام ناراحت بشن از دستم که بگن حالا مغروره داره خودشو میگیره. و ولی بچه واقعا وقتی میای توی ویدیو یکم مشکل به مشکل میخورم و نمیتونم اصلا ویدیو بگیرم، چون که دائم داری میای توی صورتم و من دارم توضیح میدم و گیم پلی میرم یه جورایی. یه حرف خوبی هم بود، این مال قدیم بود، حالا حرفش جدیده، ولی خب منظورم اینه که بعد جواب بدیم دیگه. نمیدونم اینکه چرا اسکابلای کم میذاری، خیلی حرفت قشنگ بود. خودش یه کامیونیتیه و بچه من فکر نمی کردم که کامیونیتی اسکابلک نباشه توی ایران و همیشه اسم کردم افرادی هستن، ولی دیدم واقعا اسکابلک های پیکسل خیلی خالیه و تصمیم گرفتم که فعالیت کنم داخلش و هر روز، یعنی چنلم بار اصلیش روی اسکابلک باشه و یه بار فرعی داشته باشه برای دیده شدن و خفن بودن، که اون بار فعلا آریکرفته تا زمانی که تمومش کنیم. و بعد از اون اگه 10K شدیم، ما اصلا معلوم نیست چه اتفاقی توی کامیونیتی ماینکرافت قرار رخ بده، با این اطمینان دارم میگم. سلطان کامیونیتی ماینکرافت ایران. پاسخ کن از کجات اومده، اینم حرف قشنگیه. ولی بچه پاسخ کن، کلا من از زمانی که ویدیو میساختم همیشه دوست داشتم به سوالام افرادی جواب بدن و برای همین میگفتم که پاسخ کن و این دلیلی بود که اومد. اما بازم حس میکنم یکم کار داره که اون پاسخ کن نباید باشه، باید یه چیز جنجالی تر باشه که دنبالشم دیگه. هر چی فعالیت کنیم بیشتر خودمون میفهمیم که بالاخره چیه داستانش. خدای اسکای بلاک اسلامی، این هیچ سوالی نبود، ولی واقعا ساشا جان بوس بهت. چرا تو یوتیوب لایو نمیذاری؟ بچه ها حقیقتا میخوام اولین لایوی که میذارم به مناسبت 1000 تایی باشه، که براش هم خیلی برنامه ریختم، فقط باید 1000 تا بشیم تا من این لایو رو بذارم قطعا. آرزوت چیه؟ چه چیزهایی رو میخوای داشته باشی و چرا استریم نمیکنی دیگه؟ زمانی که من استریم رو توی آپارات شروع کردم برمیگرده به 1 سال پیش بچه ها، که دیگه واقعا بعد از گذشت 1 سال دیدم که به اون هدفهایی که میخوام نمیتونم توی استریم برسم و یکم کامیونیتیشو دوست نداشتم حقیقتا، کامیونیتی خود آپارات رو کلن دوست ندارم و کلن نداشتم زیاد، یعنی نسبت به یوتیوب دارم میگم، و یعنی در کل دوتاشون رو دوست دارم. اما خب کلن استریمم میذارم حالا تک و توک توی آپارات فعلا و جدیتر هم شاید بذارم، اما هدفم جوریه که به یوتیوب ضربه نخوره و
اگه به یوتیوب ضربه وارد بشه استریم نمیکنم قطعا، چون باید فکر کنم و ایده پردازی کنم برای یوتیوب بچه‌ها. و این بخش که آرزو چیه، من خیلی بخش دریم، بخش رویا، بخش آرزو، این سوالاتو خیلی دوست دارم. و بچه‌ها آرزوی من فقط و فقط همینه که بتونم اون میکروفونی که توی ذهنمه، یعنی میکروفون SM7B، حالا دقیق نگیم دیگه، ولی خب کلن چقدر فرم رفتیم تو این کیوانده ای، میکروفونی که دوست دارم رو بگیرم، وبکمی که دوست دارم و تجهیزاتم پیشرفته تر کنم و درآمدم به اون حدی برسه که بتونم هر ماه یه پیشرفتی تو برای خودم رقم بزنم توی یوتیوب. و اینو خیلی دوست دارم و آرزوم، واقعا آرزو که نمیشه گفت، هدفمه و همینه، چیز دیگه نیست، یعنی هدف دیگه به نظر خودم ندارم، چون واقعا یوتیوب دوست دارم. البته یه هدف خیلی بزرگی دارم که اونم بازم گفتم مربوط به 10K شدن و مروارید سیاه و اینجور داستان هاست، که اینه که اون فرد حالا وارد بشه، فردی دیگه وارد بشه و زمانی که بشه مطمئنم، شکی ندارم تو این موضوع. حالا شاید بگید برو بابا فلان این داستان ها، واقعا ولی بچه ها شکی ندارم که ماینکرافت رو جوری میکنم هر جوری که شده، حالا یا یک سال دیگه، دو سال دیگه، نمیدونم تا چقدر دیگه، اما ماینکرافت رو جوری میکنم که همگانی بشه. الان این رئیس جمهورا دارم همینجوری مثلا شعار میدم، ماینکرافت ما آب را خواهیم آزاد کرد، فلان را آزاد خواهیم کرد، این داستانا. اما ماینکرافت رو جوری میکنم که کسی دیگه نگاه به بازیش نکنه و بیاد داستان، خندداری و فان بودنش رو ببینه. و هدفم اینه که به حدی برسه که یک سری من توی یوتیوب هر ویدیویی که میذارم 100K ویو بخوره. و میدونم خیلی الان میگید بیا پایین، ولی بچه‌ها واقعا ماینکرافت میتونه این کار رو انجام بده و فقط باید کانتنتش باشه. و قطعا ویدیو دو نفره یا سه نفره اگه بتونی مدیریتش کنی خیلی میتونه به این داستان کمک کنه، چون که تبادل نظر و صحبت و اینجور داستانا داره، خیلی میتونه کلا این کار رو انجام بده. پس میتونیم بگیم هدفم اینه که کامیونیتی کلن ماینکرافت رو کاری کنم که هر یک سری از خودم یا کلن سری های خودم 100K ویو بخوره. فقط باید میگم که اون دارایی ذهنی، اون تجربه، همه اینا بیاد دستم و بعدش دیگه، حالا خیلی جملات سوسماستی گفتم، ولی در کل اینا بیاد دستم که بتونم اون ایدهی که دارم رو پیاده کنم. و همین دیگه، الان از هر راهی استفاده میکنم که فقط تجربه کنم و به دست بیارم. دوستان من، هدفت از زندگی چیه؟ یعنی در آخر میخوای چی کار کنی برای زندگیت؟ آفرین، من زندگی کردم اون لحظه رو به غلط، من میخوام زندگی کنم اصلا. حقیقتا هدفم بچه زندگی کردنه و همین دیگه. حالا اگه هدفی باشه توی این زندگی، دوست دارم یه ویلا داشته باشم با استخر رو با این داستانا که بتونم داخلش دیگه زندگی کنم و باغچه و گل و حیوانات خانگی و اینجا همون زندگی که توی ماینکرافت میسازم رو دوست دارم توی واقعیت داشته باشم. همین، واقعا همینه و چیز باقی نمونه. اینم هدفمه دیگه. آره، سخت ترین سوالات زندگیتون رو ازم پرسیدید، واقعا هنگ کردم. و سوال دیگه نمیبینم، یک سری سوالات بود، درخواست های فرند توی هایپیکسل رو قبول نمیکنی؟ نه بچه ها، چون که وقتی ویدیو رکورد میکنم میاد انونسش و اینجور داستاناش. میدونم یکم ویدیو طول کشید، بازم حالا معذرت میخوام ازتون، اما کامل با من آشنا شدید. و اگه بخوام یه کلیتی رو توی یه دقیقه بهتون بگم بچه ها، من کسی بودم که یک سال و نیم یوتیوب رو شروع کردم و زمانی که شروعش کردم با کانتنت های خیلی مختلف و پراکنده ای اومدم. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که شما این اشتباه رو نکنید. ریاکت رو میساختم، ویدیو گیم رو میساختم، ولاگ رو میساختم توی یه چنلی که اصلا نمیخوام بهتون بگم، البته اسمش ویکین بود ولی خب کلا ویدیوهاش پرایوت شد و دیگه نیستشون. و شروع کردم، مدتی فعالیت کردم، ادیت میزدم در حد اصلا خدا، در این حد بهتون میگم خیلی. و واقعا فهمیدم که تو باید روی یه چیز تمرکز کنی و لازم نیست خودتو برای اون کار خیلی جر بدی دیگه، یعنی یک ثانیه خالی نداشته باشه، باید جوری باشه مغزت بتونه کار کنه، بتونه ایده بده و این کارا رو انجام بده. دوست داشتم اینا رو بهتون بگم بچه، چون من این اشتباه که نمیشه گفت، این تجربه رو داشتم، خیلی خودم دوست دارم واقعا که این اتفاق افتاد. و الان فهمیدم اگه یه چیزی رو دوست دارید روی اون تمرکز کنید، ادامهش بدید، قطعا موفق میشید و شک نکنید تو این موضوع بچه ها. ازتون میخوام هم ادامه بدید حتما. من حالا با کم و کاسی، با هر چیزی که هستم، بعد یک سال نیم تازه این شدم بچه ها. و چیزی که میخواید رو فکر نکنید یک شبه، یک سال، دو سال، اصلا شاید خیلی طول بکشه، ولی بالاخره به دستش میارید و بهش میرسید. دمتونم گرم،
خیلی سوس ماست گفتم. از الان دیگه نمیگم عمو پیکی، میگم محمد پیکی مامو اینجا، چون که اسمم لو رفت کاملا. اینجا اسکای بلاک های پیکسله. اپیزود بعدی اینو بذار بهتون میگم، ریسورس پک بچه توی دیسکورد گذاشتمش، میتونید جوین بدید. اونایی که تا اینجا ویدیو رو دیدید، اونایی که دیگه خیلی گانگید، توی دیسکورد هستش و واقعا چیزای عجیب غریبی داره، اصلا عجیب غریبه. اپیزود بعدی رو از دست ندید. احتمالاً اسکابلاک و بعدش دیگه آرل کرافت هم شروع میکنیم که بریم داشته باشیم، ببینیم دنیای آرل کرافت چجوریه کنار این اسکابلاک. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. سابسکرایب فراموش نشه که به همه سوالاتون جواب دادم بچه‌ها.